سفر ابراهیم رئیسی به عربستان سعودی در میانه جنگ اسرائیل و حماس صورت می‌گیرد که محور نشست روز یک شنبه سران سازمان همکاری‌های اسلامی در ریاض است. سازمان همکاری‌های اسلامی پیشتر در روز دوشنبه در شبکه اجتماعی X اعلام کرد وضعیت فلسطینی‌ها محور گفتگوها در این نشست فوق‌العاده خواهد بود. سازمان همکاری‌های اسلامی که 57 کشور در آن عضویت دارند، تاکنون چندین بار حمله اسرائیل به غزه را محکوم کرده است. سفر رئیسی به عربستان اولین سفر یک رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران در پی از سرگیری روابط دیپلماتیک دو کشور به میانجیگری چین در اسفند 1401 محسوب می‌شود. روابط تهران و ریاض در دی ماه 1394 و به دنبال حمله گروه‌های تندرو و اصولگرا به مراکز دیپلماتیک عربستان در ایران به طور کامل و به مدت 7 سال قطع شد. هرچند روابط ایران و عربستان چند ماه پیش از آن در مهر 94 و بعد از فاجعه مرگبار منا که سبب کشته و مفقود شدن هزاران زائر ایرانی در مکه شد به سردی و تیرگی گراییده بود. محمود احمدی نژاد آخرین رئیس دولت جمهوری اسلامی بود که در سال 1391 به طور رسمی از ریاض دیدن کرد. با بهبود روابط تهران و ریاض، سفارت عربستان سعودی از نیمه مرداد ماه 1402 در تهران بازگشایی و سفیر جمهوری اسلامی متعاقباً به ریاض اعزام شد. به گزارش رسانه‌های ایران، ابراهیم رئیسی پیشاپیش سفر به ریاض با همتایانش در تاجیکستان و ازبکستان دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد.